یکی از اون اشخاصی که بلند شد پای منبر جناب ابوبکر و از حق امیرالمؤمنین دفاع کرد زبیر است. این سابقه زبیر. ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمؤمنین فاصله 25 ساله. حالا برادران اهل سنت از طرف طلحه و زبیر اعتذار میکنن، میگن اونا اجتهادشون به اینجا منتهی شد. خیلی خوب، حالا هرچی، ما راجع به اینکه اونا در مقابل خدای متعال چه وضعی دارن در مقام او الان نیستیم، اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد. امام ملاکش این بود، معیارش این بود. بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن. بعضی ها از دورانی که امام نجف بود و بعد که رفت به پاریس با امام ارتباط داشتند، در اول انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند، اما بعد رفتار اینها، موضع گیری های اینها موجب شد که امام اینها رو طرد کرد، از خودش دور کرد. میزان وضعی است که امروز بنده دارم. اگر خدای نکرده نفس اماره و شیطان راه رو در مقابل من منحرف کردن، قضاوت چیز دیگری خواهد بود. مبنای نظام اسلامی اینه، مبنای نظام اسلامی اینه و امام اینجوری عمل کرد. خطوط دیگری را هم در زمینه راه امام و خط امام می شود بیان کرد. این اون چه که عرض شد مهمترین و مؤثرترین ها بود. خوب از برادران، جوانان، اهل فکر و تحقیق، طلاب، دانشجویان روی مبانی فکر کنند، روی اینها کار کنند. متن فقط باقی نماند، این متنها توضیح داده بشود، تبیین بشود درست. این رو بدانن همه، به خصوص جوانهای عزیز ما بدانن. اون چه که بعد از رحلت امام اتفاق افتاده از تا امروز، از دشمنی ها، کارشکنی ها، هر کاری که کردن، از هر نوعی که انجام دادن، نتوانسته است در پایه های این نظام اندک تزلزل و تکانی ایجاد کنه. بلکه به عکس، هر ضربه‌ای که دشمن حواله جمهوری اسلامی کرده است در نتیجه به استحکام بیشتر جمهوری اسلامی انجامیده است، درست مثل 8 سال جنگ تحمیلی. 8 سال همه قدرت‌های سیاسی و نظامی و مالی بزرگ دنیا پشت سر رژیم بعثی عراق ایستادند، با ایران اسلامی جنگیدن، همه توان خودشون رو به میدان آوردن که جمهوری اسلامی رو شکست بدن یا تضعیف کنن. نتیجه چی شد؟ وقتی که این 8 سال تمام شد، دنیا با کمال حیرت ناظر به پا خواستن جمهوری اسلامی با یک قدرت دفاعی و نظامی به مراتب قوی تر و عظیم تر از
هنگام جنگ مواجه شد. قدرت جمهوری اسلامی بعد از جنگ اونچنان طلوع کرد در دنیا که چشمها رو خیره کرد. امروز هم همین جوره. هر اتفاقی که دشمنان برنامه ریزی کنن، افراد ساده دل و خام و غافل با دشمنان همراهی کنن به هر نحوی، نتیجهش با ایستادگی ملت ایران تقویت بیشتر جمهوری اسلامی است. شما دیدید خب فتنه ای به وجود آمد، کارهایی شد، تلاشهایی شد. آمریکا از فتنه‌گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرت‌های غربی دفاع کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت طلبان دفاع کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه این اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در روز 22 خرداد اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد. امروز ایران امروز، توجه بفرمایید، ایران امروز، جوان امروز، تحصیل کرده امروز، ایرانیان امروز اونچنان وضعیتی دارن که هر توطئه ای رو دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی زمینی چینی کند، به توفیق الهی توطئه رو خنثی میکنن. منتها توجه داشته باشید، باید تقوا پیشه کنیم. اونچه که ما رو قوی میکند تقواست، اونچه ما رو آسیب ناپذیر میکند تقواست، اون چه ما را به ادامه این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار می کند تقواست. پروردگارا به محمد و آل محمد توفیق تقوا، به همه ما، به آحاد این ملت مرحمت بفرما. پروردگارا دلها را به هم نزدیک کن. پروردگارا محور خط امام و شخصیت امام و هویت واقعی این انقلاب را روز به روز در میان ملت ما برجسته تر کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ارواح طیبه شهدا را از ما خوشنود کن. روح مطهر امام بزرگوار را از ما خوشنود بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهره و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم الاولین و الاخرین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی و الحسن بن علی الزکی العسکری و الحجت القائم المهدی.
صلوات الله عليهم اجمعين وصلى على ائمه المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه برادران و خواهران را بار دیگر به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم و توصیه میکنم. خطبه اول طولانی شد، در آخر خطبه منظور 22 بهمن بود، گویا سبق لسان شد 22 خرداد گفته شد، توضیح لازم است. امروز جهان اسلام بلکه سرتاسر جهان شاهد تحولات بزرگی است که خبر می‌دهد از تغییر معادلات جهانی. توجه ملت ایران به این تحولات از این نقطه نظر حائز اهمیت است. یک مسئله، مسئله فلسطین، مسئله غزه و به خصوص در این آخری مسئله حمله به این کاروانی است که برای امداد و شکستن حصر غزه مورد حرکت میکرد و مورد حمله صهیونیست های غدار و قسی القلب قرار گرفت. اونچه که در قضیه فلسطین در این سال اخیر یا ماه‌های اخیر بالخصوص بیشتر مورد توجه است، یکی مسئله یهودی سازی فلسطین است. سیاست رژیم صهیونیستی این است که آثار اسلامی را به تدریج به کلی از منطقه فلسطین و ساحل غربی رود اردن که خود آنها تصدیق دارند که این منطقه منطقه اشغالی است و دنیا این را قبول دارد و این همه قطعنامه سازمان ملل پشت سرش هست، این منطقه را قصد دارن یهودی سازی کنن، خانه سازی های شهرک سازی های غیر قانونی و ظالمانه، ویران کردن خانه های مردم، دستکاری در شهر الخلیل، در شهر قدس با هدف یهودی سازی، برای اینکه ریشه اسلام رو به خیال خودشون از کشور فلسطین قطع کنند. این یک نکته است که بسیار مهم است و دنیای اسلام باید در مقابل این با همه وجود بایستد و مانع این جنایت بزرگ بشود. یکی هم محاصره ظالمانه غزه است که 3 سال شد این محاصره، یک حرکت بسیار سبوعانه، وحشیانه و با شگفتی فراوان مورد تأیید و تصدیق و حمایت آمریکا و انگلیس و قدرت‌های غربی که داعیه دفاع از حقوق بشر را هم دائم تکرار می‌کنند. این حرکت قساوت‌آمیز 1.5 میلیون جمعیت را 3 سال است محاصره کردن، نمیذارن دارو برود، نمیگذارن غذا برود، در آب آشامیدنیشون اخلال میکنن، در نیروی برقشون اخلال میکنن، در رسیدن سیمان و مصالح ساختمانی برای اینکه ویرانی‌های جنگ را از بین ببرن اخلال میکنن. این کاروانی که میرفت بخش عمده‌ای از محموله این کاروان سیمان بود، برای اینکه مردم خانه های خراب خودشون رو بتوانند تعمیر کنند. علاوه بر اینها به طور متناوب گلوله باران هم میکنند، آدمکشی هم میکنند، کودکان مظلوم رو و زن و مرد رو به قتل هم میرسانند. این حرکت رژیم صهیونیستی است